20 دقیقه خوش آمدید. سر خط خبرها. افزایش قربانیان حادثه رانندگی دانشگاه آزاد به 10 نفر از زمینی که میگویند قلدرمآبانه تصرف شد تا دانشگاهی که هیچگاه ایمن نشد. در ادامه برنامه، صدور مجوز جدید برای ادامه فروش نفت خام ایران در بورس، خریداران می توانند فقط ریال بپردازند. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گفتگو با طالبان را تایید کرد. شمخانی می گوید مذاکرات با اطلاع دولت افغانستان ادامه می یابد. و مرور مهمترین رخدادهای ورزشی جهان در سال 2018. سلام، خوش آمدید به 60 دقیقه. من نگین شیراغایی هستم و من انا رحیم‌پور. تصادف اتوبوس دانشگاه آزاد اسلامی در تهران پرونده قدیمی را باز کرده. حرف کسانی دوباره مطرح شده که میگویند سنگ بنای واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران را از روز اول کج گذاشتند. زمین‌هایی که در ارتفاعی بالای 1800 متر در تهران به گفته مالکانش با زور تصرف شد و مجموعه بزرگ برای خدمات رسانی به حدود 60 هزار نفر تبدیل شده. از همان روز اول گروه‌های مختلف به ساختش اعتراض داشتند. دلایلشان هرچه که بود زور دانشگاه آزاد به همه چربید. حالا 10 دانشجو و اعضای خانوادهشان در حادثه‌ای که شاید به راحتی قابل پیشگیری بود جانشان را از دست دادند. امشب به سابقه ساخت این دانشگاه نگاه می‌کنیم و می‌پرسیم که چه می‌شود کرد و آیا می‌توان حالا راهی در پیش گرفت که جان دیگران به خطر نیفتد. اول گزارش ببینیم از مهرزاد کاهنروز. سالگرد انقلاب اسلامی مبارک باد. واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، دستاورد انقلاب، طلوع نو در حوزه آموزش عالی کشور. جای در شمال غرب تهران، دانشگاهی است که به پیشرفت علمی و اعتبار بین‌المللی‌اش می‌نازد. امروز اما اصولی‌ترین و پایه‌ای‌ترین عوامل ایمنی ساخت و ساز مایه شرمندگی‌اش شده. دانشگاهی روی زمین غصبی بنا شده در کوه خود یک زنگ خطر است، اما آیا به خطرات چنین بنایی با حجم گسترده عبور و مرور و حضور دانشجو توجه شده بود؟ ایران 3,800,000 نفر دانشجو دارد. سهم دانشگاه آزاد اسلامی از این شمار 1,550,000 نفر است. سهم واحد علوم و تحقیقات اما 50,000 دانشجو. با احتساب عوامل دانشگاه حدوداً می شود گفت بین 60 تا 80 هزار نفر سفر روزانه به دانشگاه دارند. یکی از همین سفرها دیروز مرگبار بود. 10 کشته در واژگونی اتوبوس حامل دانشجویان. اولا که ماشین اجازه نمیدن با اینکه جای پارک داره کل دانشگاه. از قسمتی که سوار اتوبوس میشیم تا ساختمون ابن سینا که بالاترین ساختمون فنی هست برای دانشگاه تقریبا یه چیزی هلوش 13-14 دقیقه، شاید هم یک روب با اتوبوس فاصله است و بچه‌ها و دانشجوها و سربالای شیب بسیار بسیار زیاد مجبور هستن با وسیله نقلیه عمومی برن. متاسفانه بارها و بارها من به راننده اتوبوس متذکر شدم که لطفا سر پیچ ها یواشتر برید، به خاطر اینکه می دیدم که این پیچ ها کاملا غیر استاندارد، اتوبوس هایی که کلا در ایران هست به خاطر تحریم ها و هزار مسائل دیگه هیچ وقت نمیان هزینه کنن و معاینه فنی هر ساله یا هر 6 ماه انجام بدن. جایی که حادثه اتفاق افتاد بلوار فردوس، جاده ایست باریک و مارپیچ. جاده غیر استاندارد است، سیستم حمل و نقل هم فرسوده، اتوبوس های دانشگاه مستهلک، اتوبوس کافی نیست. هر اتوبوس بیشتر از ظرفیت بین 60 تا 70 دانشجو سوار می کند. اتوبوس حادثه دیده معاینه فنی نداشته، گفته شده ترمز بریده بوده و اینکه لاستیک هایش ساییده شده بودند. به خصوص زمانی که بدانید دانشگاه علوم و تحقیقات در سراشیبی قرار دارد و دانشکده ها به صورت پلکانی در مسیر بنا شدند. مسیر طولانی هم باعث شده دانشجویان ناگزیر باشند از اتوبوس استفاده کنند. این مسیر حفاظ یا گارد ریل ندارد.
حمل و نقل کابلی که قرار بود انجام شود هم اجرایی نشد. مدیریت تغییر کرد. پروژه تلکابین دانشگاه هم متوقف شد. پیش از این قرار بود دانشجویان با حمل و نقل کابلی جابجا شوند. این تیزر تلکابین دانشگاه. پروژه‌ای که تیر ماه امسال می‌گفتند تنها 2% آن باقی مانده و شهریور ماه به بهره برداری می‌رسد. دی ماه هم اجرای نشدن این تلکابین دست کم 10 خانوار را عزادار کرد. امروز هم رئیس دانشگاه آزاد گفته تلکابین چند جای خاص می‌ایستد، هیچ ربطی به دانشکده ها ندارد و برای هتل طراحی شده بوده. لیز خورده که آثار لیز خوردن اتوبوس و شکستگی درختان هم کاملا مشهوده توی این بخش و پس از 90 متر در انتهای این مسیر با یک پایه بتونی که مشخص نیست برای چی توی این محل قرار داشته برخورد کرده و در پی این برخورد حدود 2/3 اتوبوس، یعنی از ابتدا تا انتهای اتوبوس، دچار تخریب 100% توی کابین شده. اما واکنش دستاندرکاران هم به این حادثه در نوع خود جالب است. اول گفته شد دلیل این حادثه سکته راننده است. گفته شده راننده بین 50 تا 60 سال سن دارد. دادستانی تهران امروز سکته راننده را تکذیب کرد. شاهدان میگویند همزمان با این اتفاق نیروهای ضد شورش در محل دیده شدند. مشخص نیست قرار بوده چه اتفاقی بیفتد. دانشگاه آزاد نهادی است پر پول و پر قدرت. 8,000 میلیارد تومان درآمد در سال دارد. 6,000 میلیارد آن تنها شهریه دانشجویان سر آدم سوت می کشد. خانواده ها نگران آن چه سوء مدیریت دانشگاه خوانده می شود هستند. دانشگاه آزاد درگیر خانه تکانی سیاسی. مرساد کوهن روز، بی بی سی. اسماعیل کهرم کارشناس محیط زیست از اصفهان همراه ماست و مصطفی جوادی کارشناس سازه‌های زیربنایی در امور حمل و نقل از نورنبرگ آلمان. آقای جوادی، بگذارید از شما شروع بکنم. گویی این زمین و این مراکزی که اینجا ساخته شده بود برای دانشگاه مثل یک دیگ جوشی بود که آب جوشی بود که آماده بود هر لحظه سرریز کنه و شاید حتی شانس بوده که تا الان حادثه ای رخ نداده بود. من سلام میکنم خدمت شما و بینندگان عزیزتون و تسلیت میگم به بازماندگان این حادثه وحشتناک که اونجا اتفاق افتاد. خب حالا آقای کرم متخصص هستن بیشتر در بحث جانمایی صحبت کنم، من فقط یه سری کلیات رو در این مورد بگم. ببینید توی بحثای این چنینی یه اتفاق عجیب غریبی که راجع به این پروژه افتاد اینه که خیلی اصرار بر این بود که این پروژه سنترال یا مرکزی ساخته بشه و اونجا عملا 350 هکتار زمین رو دانشگاه آزاد گرفت و به سرمایه خودش افزود. خب این حالا مشکلات خیلی جدی رو ایجاد کرد. این مرکزی بودن این مجموعه خب عملا نه عقلی نه منطقی، جدا از این که حالا خب توی بحث‌های زیست محیطی خیلی اشتباه بود توی اون ارتفاع ساختن همچین مجموعه و عبور و مرور یک همچین حجمی به اون بخش از کوهپایی تهران. حالا راجع به بحث جاده دسترسی هم خب خیلی میشه مفصل تر صحبت کرد. آقای کهرم، شما از کسانی بودین که از همون روزهای اول در کارزاری علیه این بودید که در این واحد علوم و تحقیقات در این منطقه ساخته بشه. که بیشتر توضیح بدید که ایرادات شما به این پروژه چه بود؟ با کمال میل ملاحظه فرمایید بالای 1800 متر تصمیم گرفته شد که هیچ سازه‌ای بنا نشه. یکی از دلایلش این بود که بالای 1800 متر مجدد شد. ما صدای شما رو داریم آقای کهرم. به نظر میاد که آقای کهرم صدای ما رو نداره. بگذارید برگردیم با آقای جوادی. آقای جوادی، اشاره کردید که این نباید همه این مجموعه در یک منطقه قرار میگرفت. که بیشتر توضیح بدید که چه تفاوتی وجود داره که وقتی ما به صورت مرکزی یک مجموعه رو نمیشناسیم، نمیسازیم و پخشش میکنیم در سطح شهر.
ببینید ما الان توی این مجموعه قراره که یک مجموعه، یعنی قرار بود که یک مجموعه دانشگاهی ساخته بشه با یه چیز اولوش 50,000 دانشجو برنامه‌ریزی این هست و الان هم حدود 47,000 دانشجو داره. خب با پرسنلش چیز حدود 60,000 تا 80,000 نفر آدم روزانه میرن اونجا و میان. خب یک همچین مجموعه عظیمی وقتی قرار تو یک منطقه ساخته بشه یک زمین بسیار بزرگی میخواد. اما اگر ما اینو در سطح تهران پخش بکنیم یک سری مزایا داره برای ما، از جمله اینکه ما مثلا وقتی یک مجموعه مرکزی میسازیم نیازمند یه سری چیزهای زیربنایی هستیم، مثل آب، برق، تلفن، فاضلاب، اینترنت، پلیس، درمانگاه، نیروهای امدادی، آتش نشانی، فضای سبز و الی آخر. خب همینا توی سطح شهر تهران وجود داره و ما اگر، یعنی اگر چند تا ساختمون در جای مختلف شهر خریداری میشد، خب این سیستم‌های زیربنایی اونجا وجود داشت و نیازی نداشت که اینا ساخته بشه. جدا از اینکه تو بحث ترافیک هم لازم نبود یک ترافیک عظیمی به اون منطقه تحمیل بشه، بلکه اینا توی ترافیک شهری حل میشد. یعنی هر دانشکده یه جای شهر میبود، یعنی الان تمام جهان همینطوره، دانشکده‌ها پخش میشه توی سطح شهرهای بزرگ و توی بار ترافیکش توی ترافیک شهری حل میشه. وزیر سابق راه و ترابری، کسی که در زمان ساخت آقای خرم در زمان ساخت این مجموعه وزیر راه و ترابری بود، خودش اعلام میکنه که با زور ما رو مجبور کردن که این مجموعه ساخته بشه. مخالفت ها خیلی زیاد بود، اما زور اون کسانی که میخواستن مجموعه ساخته بشه، یعنی دانشگاه آزاد، چربید. چرا شما در ایران هم میدونم پروژه های کار کردید، چه اتفاقی میفته که مسئولان توجه نمیکنن به استانداردها؟ ببینید یه مجموعی از اتفاقات هست، همونجور که گفتم اولا یک سرمایه عظیمی توی اون کوه 350 هکتار زمین توی یک منطقه مرغوبی خب دانشگاه آزاد از آن خود میکنه توی این پروژه، که خب این یه بحث، حالا یه بحث سرمایه گذاریه. اما بحث بعدی توی چند تا تیکه میشه شکوندش. بحث اول بحث استانداردهای طراحیه. خب همونجور که میدونید حالا تخصصی هستیم بحثی مقداری، اما وقتی 50,000 تا دانشجو داره اونجا و کارمنداش و الی آخر، روزی بین 100 تا 200,000 سفر اونجا انجام میشه، رفت و برگشت افرادی که میرن و میان، کسی اونجا ساکن نیست، همه میرن و میان. بنابراین وقتی یه همچین بار ترافیکی سنگینی به اونجا تحمیل میشه، خب استانداردها باید خیلی بالا باشه. چون اگر ما به صورت احتمال در نظر بگیریم، احتمال یک حادثه در 1,000، ما عملا روزانه بین 100 تا 200 تا حادثه باید اونجا داشته باشیم. بنابراین استانداردهای طراحی یک همچین طرحی بسیار باید بالا باشه. یعنی حتی اگر شما استاندارد 1 در میلیون رو هم در نظر بگیرید، باز ما با رقم 1 ثانیه در 7 مواجه هستیم. بنابراین اگر شما دقت بکنید توی بحث آماری، می‌بینید که ما استاندارد خیلی سنگین رو در نظر بگیریم. خب اینا همشون گوگل میشه توی بحث طراحی. جدا از اینکه توی بحث طراحی و ساخت اونجا یه بحث جدی که وجود داره، اشکالاتی که تو مناقصه‌های ایران وجود داره که حالا راجع به اون اگه دوست داشته باشید میتونیم بیشتر صحبت. بله آقا جوادی، دقیقاً بحث اینه که الان به نظر میاد یک بازی به قول معروف گناه رو گردن کسی انداختن، یک چنین بازی داره راه میفته. مثلا از پیمانکاری صحبت میشه که مسئول این اتوبوس ها بود، چرا اونها دقت نکرد، یا راننده ای که سکته کرد. واقعا در بقیه دنیا اینطور با ماجراها برخورد میشه، یا چه کسانی مسئول شناخته میشن در حوادث مشابه؟ اینجا ما، من همیشه گفتم که این بحث ما شامل چند تا مشکل هست: مشکل طراحی، اجرا و نظارت و عدم بهره برداری. ببینید طراحی این بحث ها توی ایران اتفاقی که میفته اینه که مناقصه برگزار میشه برای ساختن اون جاده دسترسی. اینو حالا مردم توی گوگل مپ میتونن جاده مضحک رو ببینن. خب این جاده چرا اینجوری طراحی میشه؟ به این دلیل که تو سال هزینه‌اش رو تا حد امکان بیارن، هزینه طراحی و ساخت چجوری میاد پایین. به این شکل که ما خاکبرداری خاکریزی رو مینیموم بکنیم، طراحی پل و طراحی تونل رو حذف بکنیم و کنار تپه یه طرف دره یه طرف تپه یه جاده بکشیم. هر دانشجوی عمران یا راه‌سازی میتونه این طراحی رو بکنه. خب این هزینه‌اش بشه میاد پایین. دو از این که خب هزینه ساختش میاد پایین و خب بلافاصله توی هر مناقصه‌ای پروژه بسیار اشتباه توی هر مناقصه‌ای ایران برنده میشه. اما اتفاقی که میفته که ما هزینه‌های بعدی داریم توی اروپا یا توی امریکا، بهش میگن هزینه نگهداری و هزینه استفاده. که هزینه نگهداری یعنی که مثلا ما تو 50 سال آینده چقدر ما باید هزینه بکنیم این جاده استاندارد درست ادامه پیدا بکنه. خب این عملا بومبور هست توی محاسبات ما. بنابراین ما مثلا توی همین عکسایی که از حادثه وجود داره ما گاردریل نمیبینیم، ما چراغ نمیبینیم، ما علائم هشدار دهنده الکترونیکی، چراغ‌های LED، دیگر علائم هشدار دهنده و الاخر، همین رو باعث میشه خب قیمت رو بیارن پایین و استانداردان به همون نسبت میاد پایین.
من عذرخواهی میکنم از بینندگان برنامه به خاطر کیفیت پایین هم خط ارتباطی ما با آقای جوادی، مصطفی جوادی، کارشناس سازه های زیربنایی که از همراه ما بودن، از ایشون خداحافظی میکنم و همینطور عذرخواهی میکنم که خط ارتباطی ما با اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست، هم به خوبی ایجاد نشد. اما در سایت ما حتما مطالبی متنوع راجع به همین داریم، بخونید و اطلاعات جالبی اونجا پیدا میکنید. برنامه 60 دقیقه رو با چند خبر کوتاه ادامه میدیم. سفیر ایران در عراق میگوید کشورش دیگر نه حضور نظامی و نه حضور مستشاری در عراق دارد. ایرج مسجدی میگوید از یک سال پیش که عراق رسما اعلام کرد داعش در این کشور شکست خورده، حضور نیروهای ایرانی و مستشاران این کشور در عراق به صفر رسیده. با این حال در ماه‌های گذشته خبرهایی از مسلح کردن شبه نظامیان عراقی توسط ایران منتشر شد. از جمله در تابستان امسال که خبرگزاری رویترز گزارش کرد ایران موشک زلزال به نیروهای شبه نظامی در عراق داده، هرچند دولت عراق این گزارش را رد کرده. بر اساس گزارش‌ها اعضای گروه ناظر بر آتش‌بس یمن برای اولین بار در بندر حدیده دیدار کردند. جزئیات دیدار منتشر نشده، اما قرار است برای اطمینان از پایداری آتش‌بس شکننده این شهر بندری مهم این گروه فعالیتش را آغاز کند. پاتریک کامارت از سوی سازمان ملل سرپرستی این گروه را به عهده دارد و نمایندگانی از دولت یمن و پیکارجویان حوثی هم در آن عضوند. سوریه میگوید جنگنده‌های اسرائیلی با شلیک موشک از آسمان لبنان به یک انبار تسلیحات نزدیک دمشق پایتخت حمله کردند، اما پدافند هوایی این کشور بیشتر موشک‌های شلیک شده را رهگیری و نابود کرده. اسرائیل مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته، اما ارتشش گفته که پدافند هوایی‌اش علیه موشک‌های ضد هوایی سوریه وارد عمل شده. همزمان وزیر دفاع روسیه گفته حملات موشکی اسرائیل علیه سوریه دو پرواز غیر نظامی را به خطر انداخته. رئیس جمهوری روسیه از آزمایش موفقیت‌آمیز یک موشک مافوق صوت خبر داد. ولادیمیر پوتین میگوید سامانه‌های دفاع ضد موشکی فعلی قادر به رهگیری و انحراف این موشک نیستند. به گفته آقای پوتین روسیه اولین کشوری است که این سلاح استراتژیک را تولید کرده. آقای پوتین میگوید این موشک توان حمل کلاهک‌های هسته‌ای را هم دارد. سرعت این موشک 10 برابر سرعت صوت است و می‌تواند به سرعت تغییر جهت دهد. وزیر نفت ایران بیژن زنگنه میگوید خریداران خصوصی در بورس توانستند نفت ایران را بدون مشکل صادر کنند. آقای زنگنه میگوید شورای عالی اقتصادی قوای سه‌گانه ایران مجوز فروش 2 مرحله نفت در بازار بورس ایران را تصویب کردند. شهریار سیامی گزارش می‌دهد. بازار بورس ایران حالا محل خریداران بی‌نام خواهد بود. 6 آبان امسال اولین محموله نفتی به خریداران ناشناس عرضه شد. 1 میلیون بشکه. هرچند همه آن فروخته نشد. 20 آبان هم 700,000 بشکه فروخته شد. ولی حالا تغییر بزرگی ایجاد شده. اینکه دیگر لازم نیست برای خرید نفت در بازار بورس عرض بدهید. می توانید 100% قیمت را به ریال بپردازید. این شاید راهی برای دور زدن تحریم‌های آمریکا باشد و هدف واشنگتن را که صفر کردن صادرات نفت ایران است با شکست مواجه کند، چون خریدار خصوصی است و کسی نه خریدار را می‌شناسد و نه مقصد محموله نفتی را که بتواند تحریمش کند. این روش اما حفره‌های بزرگی دارد که هر ویروسی می‌تواند از آنها به بدنه اقتصاد ایران نفوذ کند و ضربه‌های جبران ناپذیری بزند. طبق آنچه مشخص شده خریداران فقط 10% مبلغ محموله را در ابتدا می‌پردازند. قبلا راهکارهایی برای پرداخت مابقی در نظر گرفته شده بود. امکان خرید اعتباریه. ببینید دفعه قبلی که عرضه شده بود بخش عمده‌ای از حجم در واقع ارزش محموله باید نقدی تحویل می‌شد که خود محموله‌ام خیلی بزرگ بود. بنابراین خیلی سخت بود این کار. اون 80% ارزی که تصویب شده این امکان براش وجود داره که شما ضمانت‌نامه ریالی ارائه بدید، داراییتون رو بذارید و ضمانت‌نامه بیارید و ببرید نفت رو بفروشید. وقتی که ارزش رو آوردید ضمانت‌نامه‌تون آزاد میشه. حالا که پرداخت ارزی وجود ندارد و احتمالاً ضمانت‌نامه مالی هم بر اساس پرداخت ریالی ارائه می‌شود، یعنی به لیست طلبکاران وزارت نفت و احتمالاً بانک‌ها افزوده می‌شود. طلبکارانی که احتمالاً نامشان را تنها مسئولان عالی رتبه بانک‌ها و وزارت نفت می‌داند.
اینکه آیا مابقی پول محموله ها پرداخت می شود یا نه سوال بزرگی است. ما شرکتی داریم تحت عنوان شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه که کلیه معاملات بازار سرمایه ایران رو بورس انرژی ایران، بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران رو به صورت روزانه تسویه میکنه. این شرکت به موجب قانون ایجاد شده و در واقع توسط سازمان بورس اوراق بهادار داره مدیریت میشه که دستگاه حاکمیتی هست. سوی دیگر ماجرا آزاد بودن خرید برای همه است، یعنی هیچ شرایطی برای خریدار تعیین نشده. به طور طبیعی شرکتی که به شرکت نفت رجوع میکنه باید یا پالایشگر باشه یا قرارداد معتبر با پالایشگاه داشته باشه. الان این ملاک قرار نگرفته و گفته هر کسی بتونه این رو خرید کنه و برداشت کنه و از نظر ما اینی اون 10% واریز کنه بیاد خریدش رو انجام بده. این می تواند پای خیلی ها را به بورس ایران می کشاند. کسانی که می خواهند پولشویی کنند. شهریار سیامی، بی بی سی. سارا بازوبندی، مدیر عامل مؤسسه مشاوره ریسک سنجی خاورمیانه از هامبورگ در آلمان با ماست. خانم بازوبندی، اساساً این که الان خریداران بخش خصوصی میتونن به ریال خرید بکنن در بورس انرژی چه فوایدی داره و چرا چنین تصمیمی گرفتن مقام های ایران؟ ببینید، همونجوری که گزارش هم بشه شرکت به نظر من بزرگترین انگیزه برای این کار این هست که به هر حال تمام اون سازوکارهای مربوط به دور زدن تحریم ها رعایت شده باشه در این قضیه، چون الان کاملا واضح هست که این قضیه بسیار امنیتی و بسیار قضیه مهمیه برای دولت. این تأکیدی که میشه که سران سه قوه برای این قضیه با هم دیگه تفاهم کردن نشون میده که مسئله به همین سادگی ها نیست که واقعا هر کسی بدون هیچ پیش شرطی بتونه این اجازه رو داشته باشه که وارد این بورس بشه و این خریدها رو انجام بده. این صرفاً یک ظاهرسازی هست برای اینکه بتونن به اصطلاح محموله های نفتی ایران رو از رادار بین المللی بازار نفتی جهانی بیرون بکشن و در یک سایه خود ایجاد کرده بتونن این محموله ها رو جابجا بکنن. چقدر شدنی جابجا کردن این محموله ها؟ ببینید، نفت یه کالایی نیست که مثلا فرش ایرانی رو میتونه یه مسافر بذاره تو چمدون با خودش ببره، میشه به راحتی قاچاقش کرد، میشه تحریم و باش دور زد و غیره، ولی نفت یه محموله‌ای نیست که بشه به این راحتی جابجاش کرد. یعنی خریدار، فروشنده، واسطه، تمام امکانات برای جابجا شدن، همه چیز تحت کنترل دولت هست و همه چیز هماهنگ شده توسط دولت هست و به این ترتیب فقط این روش‌ها به نظر من روش‌هایی هستن که هزینه بسیاری برای کشور دارن. یعنی یک بخش عمده‌ای از این درآمدهای نفتی باید صرف ایجاد و کنترل کردن و راه اندازی این مکانیزم‌ها بشه و در نهایت هم کشورهای مثل کره جنوبی یا مثلا کشورهای اروپایی در نهایت خریداران این محموله‌ها نخواهند بود. کشورهایی هستن که حاضرن با ایران در این عملیات در سایه همکاری بکنن. بیژن زنگنه، وزیر نفت، یکی از منتقدان دور زدن تحریم ها بود و سیستمی که منجر به پیدایش آدم هایی مثل بابک زنجانی عملا، اما بسیاری از کارشناسان معتقدند که این تکرار همون سناریوه. بله، دقیقاً همینطوره و همونطور که در گزارش اشاره شد بهش، به خصوص این قضیه پیش پرداخت‌های خیلی اندک که بعداً بعد از تسویه مثلا مالی اون صادر کننده فقط تعهدش برای پرداخت به دولت ایجاد میشه، این خودش یک فضای بازی رو برای سوء استفاده‌گران و برای کسایی که میخوان از فضای فاسد و در سایه این عملیات اقتصادی استفاده کنن ایجاد میکنه که متاسفانه نه تنها کمکی به اقتصاد کشور نخواهد کرد، بلکه فقط شرایط رو برای گم شدن این سرمایه های ملی به نظر من هموار میکنه. حالا میشه امیدوار بود که از اتفاقات دفعه پیش درس گرفته باشن مقامات و مانع تکرارش بشن؟ میشه امیدوار بود، ولی خب عمل کرده همین تو همین فاصله از بعد از این جریانات رو اگر شما بخواید نگاه کنید تو حوزه های مختلف نه فقط تو حوزه انرژی نشون میده که اون رغبت کلی برای مبارزه با این فساد مالی و فساد اداری در بدنه اصلی قدرت سیاسی در ایران هنوز خیلی شدید نیست متاسفانه. ولی خب بله، میشه، امکانش هم وجود داره و من امیدوارم که همینطور هم باشه.
تا جایی که ما اطلاع داریم مشخص نیست که خریداران این نفت چه کسانی هستند. به نظر شما اونطوری که مقامات میگن واقعا بخش خصوصی خریدار این نفت بوده؟ اصلا بخش خصوصی توان اینو داره که وارد بورس انرژی بشه؟ نه ببینیم، ما اصلا به اون معنا بخش خصوصی در حوزه انرژی، بخش خصوصی شرکت مطرح در حوزه انرژی بخش خصوصی نداریم. یعنی اگر افرادی هم هستن که به نوعی به سیستم وصلن و حالا به نوعی دسترسی به این منابع و به این شبکه دارن، اینها هم همون بخش به قول معروف خصولتی هستن. یعنی در ظاهر اینا افراد عادی هستن، اما در عمل افرادی هستن با رابطه های بسیار نزدیک و با مثلا متصل بودن به اون شبکه رانتی اصلی کشور. در همه جای دنیا این عملیات خیلی عملیات ساده‌ایه و به راحتی هم داره انجام میشه. خرید و فروش نفت هم توسط بخش خصوصی در همه جای دنیا داره انجام میشه، حتی نه فقط محموله فیزیکی نفت، بلکه قراردادهای نفتی بازار بسیار بسیار گسترده، پیچیده و بزرگی در سطح بین‌المللی داره. ولی در ایران ما نه راهکار مثلا بازار برای این قضیه فراهم هست و نه راهکار اقتصادی سیاسی برای این قضیه فراهم هست. یعنی بخش خصوصی هم که از بهش تاکید میشه که این بخش خصوصی داره وارد این ماجرا میشه، عملا یک بخش خصوصی فرمایشی هست که به نوعی متصل به بخش دولتی. چقدر میتونه به ایران کمک بکنه در شرایط تحریم؟ به ایران میتونه کمک بکنه برای اینکه ببینیم ما نه برای اینکه بتونیم صادرات رو در حد کاملا نرمال قبل از تحریم ها نگه داره. یعنی ما مثلا اگر روزی 2.5 میلیون فرضاً، حالا یه ذره بالا یه ذره پایین، صادرات 2.5 میلیون بشکه صادراتمون در طول روز بوده قبل از تحریم ها بوده، زمانی که تحریم ها سال 2011 خیلی شدید شد، تحریم های نفتی آلمان آمریکا ببخشید، ما صادرات رسید به روزی 800 هزار بشکه و الان به صفر نرسید. یعنی میخوام بگم در نهایت الان با این مکانیزم ها ما در بهترین وضعیت به نظر من در میان مدت به همون روزی 800 هزار بشکه، حد اکثر 1 میلیون بشکه خواهیم رسید. یعنی فقط به ایران کمک میکنه که مثل همون دوره تحریم های قبلی یک راه تنفس اقتصادی خیلی اندکی بتونه همچنان برای اقتصاد کشور نگه داره، ولی اینکه تأثیر تحریم‌ها رو کاملا خنثا بکنه به نظر من غیر ممکنه. متشکرم. سارا بازوبندی، مدیر عامل مؤسسه مشاوره ریسک سنجی خاورمیانه از هامبورگ با من. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران بار دیگر هدف انتقاد بعضی از اصولگرایان قرار گرفته، این بار برای صحبت‌هایش در گفتگو با یک نشریه فرانسوی. آقای ظریف در این مصاحبه میگوید ایران هیچگاه به دنبال نابودی اسرائیل نبوده، بلکه اسرائیل خودش نابود خواهد شد. منتقدان میگویند آقای ظریف گفته‌های آیت الله خمینی در این زمینه را تحریف کرده. سیاوش اردلان و جزئیات بیشتر. اگر من بگویم فلانی باید بمیرد، آیا منظور من این است که من او را میکشم یا منظور من این است که فکر میکنم طرف خودش باید بمیرد؟ شاید این یک سؤال انتزاعی و کلامی به نظر بیاید، اما به نوبه خودش به دردسری همیشگی برای سیاست خارجی ایران بدل شده. تا اینکه محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که قصد داشت دستمال را به دور سر سیاست خارجی ایران ببندد، دردسر را در این مصاحبه با یک نشریه فرانسوی بیشتر کرد. ما کی گفتیم که اسرائیل رو نابود میکنیم؟ فقط یه نفر رو پیدا کنید و به ما نشون بدید که این حرف رو زده باشه. هیچ کس چنین حرفی نزده. رئیس جمهور سابق محمود احمدی نژاد در سال 2007؟ نه، وی نیز چنین حرفی نزد. او حرف امام رو یادآوری کرد که گفته بود اسرائیل از صفحه روزگار محو خواهد شد. وی نگفته بود که میخواهد آن را نابود کند. او گفته بود که اسرائیل با این سیاستهایی که دنبال میکند به این سرنوشت مبتلا خواهد شد. واضح بود که هدف آقای ظریف دفع انتقادهایی است که در جامعه جهانی به سیاست ایران نسبت به اسرائیل می شود. اما این حرف به مذاق خیلی ها در ایران خوش نیامد. همین آقایون دیروز پیروزا گفتن که امام نگفته اسرائیل باید از بین برود. امام گفته اسرائیل خودش از بین برود. اتوماتیک. خب این دروغ دیگه، راست میگنشون. تهمت به امام. امام گفت اسرائیل باید از بین برود.
راست میگه این خطی که ایشون میخواد بگه یه خط نرمالیزاسیون و لیبرالیزاسیون در حکومت ایران حضور دارن و نفوذ دارن. شاید گفته شود حسن رحیم‌پور ازقدی در سیاست خارجی ایران کاری نیست، ولی روزنامه کیهان که برای خودش وزنی محسوب می شود گفته است که حرف محمد جواد ظریف درباره گفته های آیت الله خمینی بی دقتی و تحریف بود. ماجرا یادآور فتوای قتل سلمان رشدی است که آیت الله خمینی قبل از فوتش صادر کرد. دولت ایران تا سالها تاکید می کرد منظور از این فتوا آن نیست که دولت خودش در پی کشتن سلمان رشدی است. مسئله به گونه رفع و رجوع شد. اما اسرائیل سلمان رشدی نیست. اینکه ما محدودیتی رو پذیرفتیم با کسی چیزی هم. دعواهای سیاسی داخل ایران هم بر سر اینکه اسرائیل رو باید نابود کرد یا فقط حرف از نابود شدنش زد تمامی ندارند. سلام عرشد. کجایین؟ امروز وزارت خارجه ایران در دفاع از آقای ظریف گفت اظهار نظرهای منتقدان داخلی همسو با ضد انقلاب است و آنها حرفی را که به نفع منافع ملی ایران بود به ضرر منافع ملی ایران بدل کردند. واقعی تغییر میدن، من تصور میکنم تغییر کردن. واقعیت این است ایران به گروهایی که دنبال نابودی اسرائیل هستند کمک مالی و تسلیحاتی میکند و رهبر ایران هم گفته میداند که اسرائیل تا 25 سال آینده از بین میرود که 2 سال از آن حرف گذشته. واقعیت دیگر همان است که کار محمد جواد ظریف در ارائه یک سیاست خارجی ایدئولوژیک به گونه ای که نسیخ بسوزد نه کباب کار بسیار دشواری است و گاهی غیر ممکن. سیاوش اردلان، بی بی سی. حسین باستانی اینجا در استودیو همراه منه. حسین، از زمانی که آقای خامنه ای طرح کردیم مسئله ای که نابودی اسرائیل در 25 سال اتفاق خواهد افتاد در عرض 25 سال باستان بسیار گسترده در رسانه های بین المللی داشت، اصلا مبنای این 25 سالی که آقای خامنه ای گفتن چی هست؟ ببینید، شهریور 94، یعنی مدت کمی بعد از اینکه برجام به اصطلاح نهایی شد، آقای خامنه‌ای سخنرانی کرد و تو اون گفتش که اسرائیلی‌ها گفتن که این برجام، این توافق هسته‌ای تا 25 سال خیال ما راحت می‌کنه. ایشون گفت صهیونیست‌ها، و این اصطلاحی که به کار برد که حالا مشخص نمی‌کرد منظورش کسی که تو آمریکا هست، اسرائیل از کجا هست، گفتن تا 25 سال خیال ما راحت می‌کنه، شما تا 25 سال آینده رو اساساً نخواهید دید که بخواد خیالتون راحت بشه یا نشه. خب البته این صحبتی آقای خامنه‌ای در رسانه‌های ایران اینطور بازتاب پیدا کرد که انگار مثلا کسانی در اسرائیل، یعنی در دولت اسرائیل، این حرف رو زدن و او داره به اونها جواب میده که اینطور نبود دیگه، چون موضع دولت بنیامین نتانیاهو که از ابتدا ضد برجام بود نمیگفت خیال ما رو راحت می‌کنید 25 سال، دقیقاً برعکسش رو میگفت اساسا توافق خوبی نیست. بر همون مبنا بود که ادامه داد رو فشارهاش و بعد آقای ترامپ هم مثلا از زمان مبارزات انتخاباتیش گفتش که من این توافق رو به هم می‌ذارم. بعد ترامپ که رئیس جمهور شد واقعا بعد از مدتی به هم زد. این ته تهش صحبت مثلا بعضی از کارشناسایی بود که حالا در اسرائیل و آمریکا در مقام دفاع از برجام که اون وقت مورد تایید دولت اسرائیل نبود گفته بودن نه، خب این تا 25 سال آینده میتونه که برای اسرائیل دستاوردهایی داشته باشه. 25 سال از کجا میاد؟ تو برجام برای ایران محدودیت های 8 ساله، 10 ساله، 15 ساله، 25 ساله دیگه حد اکثر در بعضی از موارد تعیین شده بود. اون افراد با اشاره به این 25 سال ظاهراً این حرف رو زده بودن و آقای خامنه‌ای همون رو ملاک قرار داد. که خب همین یک مقدار مبنای این داستان رو زیر سوال می‌برد دیگه. یعنی مثلا کافی بود کسانی، حالا به تعبیر آقای خامنه‌ای، صهیونیست‌های گفته باشن تا 15 سال خیال ما راحت می‌کنه. خب ایشون قاعدتاً میگفتش که 15 سال آینده رو نمی‌بینید. نکتهش این بود که این 25 سالی که بر مبنای به این اتفاقی گفته شده بود تبدیل شد انگار به یک مبنا و یک سیاست رسمی در جمهوری اسلامی. یعنی بعدش دیگه لحظه شمار و روز شمار این 25 سال که حالا مثلا فرض کنید 3 ماهش گذشته، حالا انقدر ثانیهش گذشته و پروژه های عظیم حکومتی بر همین مبنا تعریف شد، حداقل در بعد سیاسی و تبلیغاتی. آقای خامنه ای البته بعداً همین حرفا رو تکرار کرد، یعنی ایشون در آذر 95 در دیدار با در واقع دبیر کل جهاد اسلامی فلسطین گفتش، حالا البته یه مقدار احتیاط کرد، گفت اگر فلسطینی ها و مثلا مسلمان ها حواسشون باشه خوب مبارزه کنن 25 سال آینده اسرائیل از بین میره. در اسفند 96 هم در دیدار با جمعی از روحانیون سوری این رو تکرار کرد، منتها انگار دیگه یادش افتاد آقای خامنه‌ای که اول داستان چی بود. به این خاطر که گفتش که یک زمانی اسرائیلی ها گفتن در ایران رو چنین میکنیم چنان میکنیم، تا 25 سال دیگه
و من گفتم که 25 سال آینده رو نمی‌بینیم. خب شروعش با اینکه گفته بودن ایران رو چنین می‌کنیم چنین می‌کنیم نبود. شروعش اونجا بود که گفته بودن تا 25 سال آینده کسانی امنیت اسرائیل تضمین میشه با توافق هسته‌ای. به هر حال نمونه‌ای بوده از پروژه‌هایی که دیگه انگار شروعش خیلی یادش نمیاد کسی چی بوده، ولی خب تبعاتش میمونه دیگه. اشاره کردی که حتی روز شمار گذاشتن، نهادهای حکومتی وارد شدن برای دور این ماجرای 25 سال، اما آیا فراتر از تبلیغات بود برای نهادهای رسمی؟ ببینید، خب خیلی از مقام‌های سطح بالا بر این مبنا اظهار نظر کردن، از مثلا مقام‌های ارشدی در سپاه پاسداران گرفته یا تا حتی ارتش، و خب تمام اینها به دقت در سطح جامعه بین‌المللی منعکس شده و جدی گرفته شده. همون صحبتی آقای خامنه‌ای اولین باری هم که گفته شد، نتانیاهو بلافاصله واکنش عظیمی انجام داد در این حد که ببینید این همونیه که ما میگیم اینا برنامه دارن برای نابودی اسرائیل و امثال اینها. ولی خب نکته اینه، ببینید یک همچین پروژه‌هایی مشخصا همین داستان 25 سال، این خب یه قسمت نقد داره، قسمت نسیه داره. قسمت نقدش اینه که تمام اینها در سطح دنیا بسیار جدی گرفته میشه و بر مبنای اون واکنشایی نسبت به ایران صورت میگیره. یه قسمت نقد دیگه‌اش اینه که ده‌ها میلیارد، و اگر شما بخواید بازه 25 ساله رو در نظر بگیرید، صدها میلیارد خرج این پروژه ها میشه. یعنی تمام این بیلبوردا پول میره پاش، سمینار برگزار شده، سمینار بین‌المللی برگزار شده، از تمام دنیا مقاله گرفتن، مقاله های بیشماری در داخل تولید شده، کتاب تولید شده، انیمیشن تولید شده، همه اینا مجانی انجام نمیشه. یعنی بخش های عظیمی از بودجه صرف اینجور کارهای اصطلاحاً فرهنگی میشه. اینا قسمت نقد داستانه. قسمت نسیه داستان اینه که 25 سال آینده احتمالاً ممکنه ما نباشیم دیگه. آقای خامنه‌ای هم ممکنه که تا 25 سال آینده چه بسا نباشه. دیگه اون زمان اگه این اتفاق نیفتاده باشه، دیگه کسی خیلی بازخواست نمی‌کنه که پس اون 25 سال پیش چی بود. یعنی همونطور که مثلا در مورد جنگ، زمان جنگ گفته شد که اگر 20 سال طول بکشه مثلا ما ادامه میدیم، و بعد خب وقتی که تموم شد دیگه گریبان کسی گرفته نشد که خب پس اون پیشبینی ها و اون برنامه ریزی ها و اون انتظار ایجاد کردن ها چی میشه. اونها دیگه تموم میشه به هر حال یک زمانی اگر که این اتفاق نیفته. قسمت های نقدشه که باقی مونده. قسمت های نسیهش حالا دیگه فوقش اینه که بعدن تعبیر رسمی میشه که خب یک جا هم گفته شد که اگر فلسطینی ها و مسلمان ها خوب مبارزه کنن، خب خوب مبارزه نکردن لباس. ممنونم حسین. حسین باستانی اینجا در استودیو همراه ما. در ادامه برنامه. بازخوانی ترانه لاست کریسمس در میدان سرخ مسکو. و مروری هم داریم و مهمترین رویدادهای ورزشی 2018. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران تایید کرده که ایران و طالبان با هم مذاکره کردند و دولت افغانستان هم در جریان بوده. علی شمخانی درباره محل و تعداد ملاقات‌ها و موضوعات مورد بحث توضیح نداده، اما گفته مذاکره با طالبان ادامه خواهد یافت. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در سفری یک روزه به کابل رفته بود. فؤاد مسیحا گزارش می‌دهد. یک هفته پس از آخرین دور گفتگوهای آمریکا و طالبان، ایران دبیر شورای عالی امنیت ملی اش را به کابل فرستاده، با پیامی که در نوع خود بی سابقه است. علی شمخانی به مقام های افغان گفت که کشورش در حال گفتگو با طالبان است، اصلی ترین دشمن حکومت مرکزی در افغانستان. گفتگوهایی که مشخص نیست از چه وقت شروع شده و در کجا انجام می شود. اما آقای شمخانی گفته برای کمک به صلح در افغانستان است و مقام های کابل در جریان بودند. امروز شرایطی شکل گرفت که با تروریست های پایدار که نقش غیر از نفرت آفرین در جامعه اسلامی ندارند باید جنگید، با کسانی که به دنبال این هستن که سلاحشون رو بزنن زمین و در کنار مردم افغانستان قرار دیدن باید مذاکره کرد. ما این روند رو داریم در حق همه عریضت کنیم که این روند با منظور کمک به دولت افغانستان بوده. ظاهرا این گفته ها با استقبال مقام های افغانستان روبرو شده، هرچند رئیس جمهوری این کشور در دیدار با آقای شمخانی باز هم تاکید کرد که کنترل و مدیریت گفتگوهای صلح باید در دست افغان ها باشد. اما این اولین بار نیست که صحبت از گفتگوی ایران با شورشیان طالبان به میان می آید.
ما در بخش صلح پایدار و با عزت از هر اقدامی که برای مذاکرات بین الافغانی مؤثر واقع شود استقبال می‌کنیم. در همین 10 سال گذشته گروه طالبان و خبرگزاری‌های نزدیک به سپاه پاسداران ایران دست کم 3 بار از سفر اعضای بلندپایه این گروه به ایران خبر دادند. گفته می‌شد که ریاست هیئت طالبان را در هر 3 سفر سید طیب آقا به عهده داشته. از نزدیکترین افراد به ملا محمد عمر، رهبر پیشین طالبان. شاید نشانه ای از اهمیت این سفرها برای طالبان. هرچند دولت ایران هر بار گفت که از این سفرها بی خبر است. از این موضوع بی خبرم. این موضوع با عقل جور در نمی آید و به هر ترتیب این موضوع را تایید نمی کنم. همزمان خبرهای تایید نشده ای هم از وجود دفتر طالبان در شهر مشهد در رسانه ها منتشر شد. اما نقطه اوج این اتهام‌ها کشته شدن ملا اختر منصور، رهبر پیشین طالبان در خاک پاکستان و نزدیک به مرز تفتان بود. در آن زمان گفته شد که او در راه بازگشت از ایران بوده. وزارت خارجه ایران در واکنش گفت که مراجع ذی‌سلاح جمهوری اسلامی رد می‌کنند که چنین فردی در چنین تاریخی از ایران وارد پاکستان شده باشد. اما 1 سال پیش از آن محمد رضا بهرامی سفیر ایران در کابل تایید کرده بود که کشورش تماس‌هایی با طالبان دارد، اما تنها با هدف اشراف اطلاعاتی. شما وقتی 1000 کیلومتر مرز مشترک داری، وقتی با گروه تندرو مواجه هستی، گروهی که سابقه بدی در دورانی که در آنجا حاکم بودن از خودشون به جای گذاشتن، گروهی که 9 تن از دیپلمات‌ها و خبرنگار جمهوری اسلامی ایران در مزار شریف به شهادت رسوندن، ما این حق رو به خودمون میدیم که کنترل اطلاعاتی بکنیم. اما حالا دیگر مشخص شده که تماس‌های تهران و طالبان دست کم در همین 1-2 سال اخیر چیزی فراتر از اشراف اطلاعاتی بوده. سخنان امروز آقای شمخانی در کابل، آن هم درست زمانی که آمریکا و چند کشور منطقه درگیر رقابتی نفسگیر بر سر گفتگو با طالبان هستند، شاید نشانی باشد از اینکه ایران نمی‌خواهد در هیچ میدانی از دیگر بازیگران سیاسی مؤثر در افغانستان جا بماند. فؤاد مسیحا، بی بی سی. پیشتر با فردین هاشمی تحلیلگر روابط بین الملل در کابل صحبت کردم و ابتدا از او پرسیدم دلایل ایران برای مذاکره با طالبان چیست؟ من فکر میکنم موضوع طالبان و ای که مسائل امنیتی در افغانستان، طبیعتاً طالبان به عنوان یک بازیگر ارزان قیمت در دست کشورهای همسایه قرار داده، با توجه به طولانی شدن بحران در افغانستان، طبیعتاً میتونه به عنوان یک ابزار در تامین منافع ایران به شکل در افغانستان تاثیرگذار باشه. و از طرف دیگه سیاست‌هایی که در دولت افغانستان در پیش گرفته شده، مسائل اقتصادی که در سیاست خارجی آقای غنی در پیش گرفته شده، مثلا پروژه‌های کلان مثل تاپی یا رای لاجورد که نمونه‌ای از این طرح‌های اقتصادی است، طبیعتاً جایگاه جیوئکونومیک افغانستان رو بیشتر رشد میده و میتونه تاثیر منفی بر منافع اقتصادی، سیاسی و حتی امنیتی ایران داشته باشه. طبیعتاً در چنین شرایط طالبان به عنوان یک عنصر تاثیرگذار اما به شکل نامطلوب در افغانستان میتونه مطرح باشه که ایران از او استفاده کنه. چه استفاده ایران میتونه بکنه از طالبان؟ اشاره کردید به اینکه منافع ایران رو میتونه تامین بکنه. کدام یک از منافع ایران رو میتونه طالبان تامین بکنه؟ ببینید، در سطح کلان اگر صحبت کنیم، خب طبیعتاً سیاست خارجی ایران و مسائل امنیتی در ایران بیشتر به سمت شرق میانه دخیل بوده، کشورها مثل عراق، سوریه. اما در عین زمان طالبان هم میتونه به عنوان یک عنصر که چالش چه بر ایالات متحده آمریکا ایجاد کنه در درون افغانستان، چی تاثیر بذاره بر تغییر سیاست‌های دولت افغانستان، چنین نقشی میتونه طالبان ایفا کنه برای ایران. اما نکته ای است که باید نوع نگاه به طالبان هم در چند سال ما بپذیریم که تغییر کرده. مسائلی که طالبان در پیش میگیرن دیگه مسائل ایدئولوژیک گذشته نیست و طبیعتاً کشورهایی که در همسایگی افغانستان هستن میتونن این موضوع به درستی درک کنن و از طالبان به عنوان یک عنصر در جهت تامین منافعشون استفاده کنن. من باورم بر این است که وقتی که شما به جایگاه جیوئکونومیک افغانستان نگاه میکنید در سطح منطقه و سیاست‌هایی که دولت آقای غنی در پیش گرفته است، این مسائل میتونه بر مسائل اقتصادی در ایران تاثیرگذار باشه، مسائل سیاسی ایران تاثیرگذار باشه. بنابراین در چنین شرایط طالبان میتونه اون نقش رو ایفا کنه که منافع ایران به شکل تامین کنه و بر سیاست خارجی دولت افغانستان تاثیرگذار باشه. یک نکته دیگر که نباید فراموش کرد است که در دوره آقای غنی ما شاهد تغییر سیاست در قبال ایران بودیم. در دوره آقای کرزی نزدیکی بیشتر ما بین روابط ایران و افغانستان وجود داشت، اما در شرایط حاضر ما شاهد از این هستیم که دولت آقای غنی
همراهی بیشتر خود ایالات متحده آمریکا داره و کمتر میشه گفت که سیاست‌های دولت‌های داخل در افغانستان به شکل مطلق می‌پذیره. ایران میگه که دولت افغانستان در جریان مذاکرات ایران و طالبان بوده. آیا فکر می‌کنید این اطلاع همراه با رضایت بوده یا اینکه صرفاً فقط در جریان بوده؟ من باورم بر ایست که دولت افغانستان نقش خود ایفا میکنه. از اون طرف ایران هم تاثیرگذاری بیشتری داره نسبت به گذشته در خصوص گروه طالبان و مجموعی از اینا در مجموع باید گفت که رضایت ضمنی تا حدودی وجود داشته است، اما نکته اساسی که به عقیده من باید بود توجه شده ایست که طالبان مانند گذشته یک گروه واحد نیست و کشورهای مختلف در او تاثیرگذار هستند بر رفتار از او، و به زبان ساده‌تر میشه گفت که طالبان میشه گفت ارزان‌ترین گروهی است که در مسائل امنیتی در سطح افغانستان میتونه تاثیرگذار بشه به وسیله کشورهای همسایه. این مسئله به نظر من مسئله عمده و اساسی به نظر میاد. در تصویر بزرگتر آیا ارتباطی بین مذاکرات ایران و طالبان و گفتگوهای طالبان با آمریکا، پاکستان و عربستان در هفته گذشته در ابوظبی میبینید؟ خب به هر صورت ایران هم میخواد که از مسائل افغانستان دور نباشه و در مسائل امنیتی تاثیرگذار باشه، اما نکته اساسی به عقیده من اینه که در 17 سال گذشته پراکندگی در گروه طالبان رشد پیدا کرده و هر کدام از کشورها سرمایه‌گذاری خاص خودشان بر روی گروه طالبان داشتند، خصوصا کشورهای همسایه در افغانستان. و طبیعتاً ولی باید این نکته در نظر داشته باشن که گروه‌هایی که خود ایران در تماس هستن به عنوان گروه طالبان و عقیده من گروه اصلی نیستن. بیشترین تاثیرگذاری در گروه طالبان کشور پاکستان داره و بر اساس او سیاست در واقع در افغانستان و مسائل امنیتی افغانستان دخیل است. و من بازم تاکید میکنم وقتی که شما مسائل طالبان افغانستان و ایران در نظر میگیرین، در سیاست خارجی ایران افغانستان اولویت اصلی امنیتی به حساب نمیاد، در حالی که مثلا عراق یا سوریه نقش اصلی در سیاست خارجی ایران در منطقه شرق میانه ایفا کرده است. و بنابراین در چنین شرایطی میشد این تصور دیش که گروه هایی که ایران به عنوان گروه طالبان خود از اونو مذاکره میکنه به عنوان گروه اصلی تاثیرگذار در مسائل امنیتی در افغانستان بوده نمیتونه. متشکرم. فرید هاشمی، تحلیلگر روابط بین المللی از کابل با ما. سریع هم بزنیم به دنیای ورزش. فهرست نهایی تیم ملی فوتبال ایران برای مسابقه های جام ملت‌های آسیای 2019 در امارات متحده عربی اعلام شد. در آخرین تغییرات علی قلی‌زاده به خاطر مصدومیت باز هم از یک تورنمنت عمده جا مانده. اما علیرضا جهانبخش با وجود مصدومیت همراه تیم ملی به امارات می رود. تیم ایران امروز 17 دی ماه در ابوظبی مقابل یمن قرار می گیرد. عذرخواهی می‌کنم، روز 17 دی ماه در ابوظبی مقابل یمن قرار میگیرد و بعد از اون هم با ویتنام و عراق مسابقه میده. ایران در سالهای بعد از انقلاب اسلامی موفق نشده که به فینال برسه. مطابق سنت هر ساله یک روز پس از کریسمس، مسابقات لیگ برتر فوتبال انگلیس امروز ادامه پیدا کرد. در بازی‌های مهم امروز تیم‌های بالای جدول موفق بودند. لیورپول 4-0 نیوکاسل رو برد و جای خود رو در جایگاه اول جدول محکم تر کرد. منچستر سیتی ناباورانه از لستر 2-1 باخت و به رتبه سوم سقوط کرد. تاتنهام در ومبلی 5-0 بورنموث رو برد تا در جدول دوم بشه. منچستر یونایتد هم که بعد از اخراج مورینیو جان تازه‌ای گرفته 3-1 هادرسفیلد رو برد. همچنین لیگ اصلی فوتبال ایتالیا سری آ هم از امسال برای جلب تماشاگران بیشتر در تعطیلات کریسمس و سال نو میلادی برگزار میشه. یوونتوس سرنشین بلامازه منازع لیگ ایتالیا امروز برای دومین بار در این فصل امتیاز از دست داد و در حالی که 2-1 مقابل اودینزه عقب افتاده بود، با گل دیرهنگام کریستیانو رونالدو 2-2 مساوی کرد. در مسابقه دیرهنگام امشب ناپولی در صورتی که اینتر میلان رو شکست بده، اختلافش با یوونتوس رو به 6 امتیاز میرسونه. Curry gets inside, finds Looney. Back to Curry, three-pointer. Bang! در لیگ بسکتبال آمریکا هم مسابقه های سنتی کریسمس برگزار شدند و در مهمترین اونها لس آنجلس لیکرز با یک نمایش فوق العاده
گلدن استیت رو 127 به 101 شکست داد. هیوستون هم که در ابتدای فصل نتایج ضعیفی گرفته بود 113 به 109 اوکلاهاما رو برد. در جدول غرب آمریکا دنور اوله، گلدن استیت دوم و اوکلاهاما سوم. در شرق آمریکا صدر جدول در اختیار تورنتو است. در ادامه سری گزارش‌های مرور سال 2018 میلادی، این بار قراره که رویدادهای ورزشی رو مرور کنیم. در سالی که هم المپیک زمستانی در اون برگزار شد و هم جام جهانی فوتبال. علاوه بر این دو رویداد مهم، ورزش‌های رزمی از جمله بوکس سال پرخبری داشتند. پوریا ژافه در گزارشش مروری کرده بر ورزش در سال 2018. روزهای اول سال 2018 توجه دنیای ورزش به کره جنوبی معطوف شده بود، جایی که بعد از 30 سال و المپیک سئول بار دیگه میزبان این بازی ها بود. البته این بار المپیک زمستانی، اون هم در پیونگچان. جدا از مسابقه های جذاب ورزشی، مسئله ای که این دوره المپیک زمستانی رو شدید تحت تاثیر قرار داد، حضور ورزشکاران کره شمالی و یک تیم مشترک هاکی روی یخ زنان از سوی دو کره بود. اتفاقی که باعث شد یخ روابط بین دو کره بشکنه و در نهایت تبدیل به یکی از اون موارد خاص شد که ورزش وسیله‌ای بود برای نزدیکتر کردن کشورها. ماجرای دوپینگ ورزشکاران روس هم در این بازی‌ها همچنان مطرح بود و اونها مجبور شدن با پرچم بی‌طرف و بدون نشانی از کشور خودشون در این بازی‌ها شرکت داشته باشند. در جدول مدال‌ها نروژ اول شد، آلمان دوم و کره جنوبی میزبان هفتم. علاوه بر المپیک زمستانی، سال 2018 شاهد یک تورنمنت ورزشی عظیم دیگه هم بود. پربیننده ترین مسابقه ها، یعنی جام جهانی فوتبال، که برای اولین بار در بزرگترین کشور جهان روسیه برگزار می شد. تورنمنتی که شاید از نظر فنی فوق العاده نبود، اما در هیجان شگفتی هیچی کم نداشت. اسپانیا قبل از شروع تورنمنت سرمربی خودش رو اخراج کرد. آلمان قهرمان دوره قبل در عین ناباوری در همون دوره گروهی حذف شد. اوروگوئه، آرژانتین و برزیل، قول‌های آمریکای جنوبی هم یکی بعد از دیگری کنار رفتند تا در نهایت چهار تیم اروپایی به نیمه نهایی برسند. در مسابقه پایانی این فرانسه و کرواسی بودند که فینال رو در لوژنیکی مسکو برگزار کردند. یکی از پرگل‌ترین فینال‌های معاصر که با پیروزی 4-2 برای فرانسه باعث شد خیابان‌های پاریس صحنه خوشحالی مردم بشه. کرواسی هم البته از این نتیجه‌ای که گرفت راضی بود. جوایز بهترین های سال فوتبال هم متأسی از همین مسابقه ها بود. لوکا مودریچ کاپیتان کرواسی که با رئال مادرید قهرمان اروپا هم شد، به عنوان بهترین بازیکن سال 2018 انتخاب شد. جایزه بهترین بازیکن جوان هم طبق پیشبینی ها به کیلیان امباپه، ملی پوش فرانسه در پاریس سن ژرمن رسید. علاوه بر این دو تورنمنت، دو تک مبارزه هم سال پیش حسابی خبرساز شدند. یکی ملاقات حبیب نور محمدوف از داغستان روسیه با کانر مکگرگور ایرلندی توی قفسه UFC بود. برای کمربند قهرمانی معتبرترین لیگ هنرهای رزمی ترکیبی یا MMA. با بدگویی‌های مکگرگور راجع به حبیب و خصوصاً توهین به خانواده و اعتقادات این ورزشکار مسلمان، این مبارزه به جنجالی ادامه دار تبدیل شد که با وجود پیروزی قاطع حبیب ادامه پیدا کرد. و البته سال 2018 سال فوق‌العاده‌ای برای بوکس حرفه‌ای بود، به خصوص در دسته سنگین وزن. در مهمترین مبارزه، تایسون فیوری از بریتانیا که مدت زیادی را به خاطر اعتیاد و سلامت روان از رینگ دور بود، در یک مسابقه خاطرانگیز برای کمربند قهرمانی با دیونتی وایلدر از آمریکا روبرو شد. مبارزه‌ای که در پایان اون رأی به مساوی داده شد تا این دو بوکسور همچنان شکست ناپذیر باقی بمونن و چشم به سال 2019 داشته باشن. تنهایی احساس عجیب و غریبی نیست، اما رهایی از تنهایی مزمن گاهی سخته. این روزها که در بسیاری از کشورها مردم مشغول تعطیلات کریسمس هستند، افراد تنها ممکن است تنهایی رو بیشتر احساس کنند. در انگلستان جوانی 32 ساله برای خودش یک ماموریت تعریف کرده، اینکه نقطه پایانی بر تنهایی این آدم ها بگذاره. الیسون فریمن خبرنگار BBC به سراغش رفته.
احساس تنهایی بود که مایک را به فکر راه اندازی این کلوپ انداخت، اما تنهایی افراد مسنی که از آنها مراقبت میکرد تنها انگیزه اون نبود. با وجود زندگی تو شهر شلوغی مثل لندن که همیشه یه چیزی داره اتفاق میفته، بازم میتونید احساس تنهایی کنید. من تو اون دوره احساس تنهایی میکردم. 31 سال است. کارش را در لندن رها کرد و پیش پدر و مادرش در دانکستر، شهری در شمال انگلستان برگشت. آنجا مؤسسه خیریه بی فرند یا دوست باشید را ایجاد کرد. مؤسسه‌ای که افراد مسن‌تر را با جوان‌ترها آشنا می‌کند. ایده این کار زمانی به ذهنش رسید که برای مؤسسه خیریه شبیه به آن در لندن به طور داوطلبانه کار می‌کرد. در آنجا با زنی دوست شد که 70 و چند ساله بود. اون کار بهم کمک کرد با جامعه در ارتباط باشم و دوستی با اون زنم نقش مهم میبازی کرد. بهم چیزای زیادی یاد داد. تو مواقع لزوم راهنماییم میکرد. دوستیمون یه جور منفعت دو جانبه داشت. کسی که تا حالا تنها بوده یه همصحبت پیدا میکنه و طرف مقابلم هم چیزای زیادی ازش یاد میگیره. در عرض 2 سال مایک 5 نفر را استخدام کرده و واسطه بیش از 120 رابطه دوستی شده. Oh, it's warm in here. I've been watching all the children telling Father Christmas how good they've been. مثل دوستی حالی 27 ساله و جین که به زودی 90 سالگیش را پشت سر می‌گذارد. I'm just so happy that I be خیلی خوشحالم که میتونم تو زندگیش چنین تأثیری داشته باشم. این که مثلا تو خریدهاش کمک دستش باشم. حضورش خیلی خوشحالم میکنه. اول فکر میکردم اصلا به این رابطه احساسی ندارم، اما الان نمیخوام تموم بشه. دیگه این رابطه رو به عنوان یک کار داوطلبانه نمی‌بینم. اینکه هر هفته 1 ساعت بیام پیش اونو برم، همیشه بیشتر از 1 ساعت پیشش میمونم. مایک هفته گذشته برای بیش از 200 فرد مسن که در گروهش شرکت کرده بودند 8 مهمانی کریسمس برگزار کرد. امروز هم 40 فرد مسن مهمان او برای نهار کریسمس هستند. کسانی که شاید اگر مایک نبود باید روزشان را به تنهایی می‌گذراندند. آلیسون فریمن، بی بی سی نیوز. و دست آخر این که وقتی میگن گروهی کور از گارد ملی روسیه آهنگ تازه‌ای منتشر کرده، احتمالاً انتظار دارید مثل ما که یک سرود حماسی میهن دوستانه به زبان روسی بشنوید. ولی موزیک ویدیوی جدید این گروه بازخوانی ترانه لست کریسمس یا کریسمس پارسال اثر جورج مایکل خواننده پاپ بریتانیایی که 2 سال پیش در روز کریسمس درگذشت. این بخش خبری رو با بخشی از این اجرا به پایان می‌بریم. شب خوش. شب روز. Gave you my heart last Christmas. Happy New Year.